همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی هستم و برنامه برگی از تاریخ رو برای شما به شما پیشکش میکنم. البته امروز بنابرای داشتم که آنچه که آماده کرده بودم برای برنامه یک کلمه بود و به شاید برنامه های برگی از تاریخ چندان تناسبی نداشت، اما از اونجایی که دیروز 40 روز در گذشت دوست نازنینم روزنامه‌نگار ارجمند آقای حسین مقری بود و برنامه‌ای هم به ابتکار به دعوت همسر ایشان برگزار شد و دوست گرامی من و همکارم در این بنیاد آینده آقای گوهرزاد این برنامه رو اجرا کردند، این است که به دلیل و پوزش از اینکه نتوانستم از آنجایی که در یکی از شهرهای اروپا هستم در آن برنامه باشم، این برنامه رو با نام برگی از تاریخ آغاز میکنم تا یادی از این دوست از رفت دسته ما و این روزنامه نگار برجسته ایرانی باشد. اگرچه موضوع برنامه چندان برگی از تاریخ با اون معنا که باید باشد نیست. در برنامه دیروز هم آقای گوهرزاد اعلام کردند که بنیاد آینده یک زیربنیادی رو بنا کرده که نامون بنیاد مهری، بنیاد حسین مهری است و این بنیاد تازه بناست که به دو روزنامه نگار جوان هر سال جایزه به نام حسین مهری بدهد. جزئیات این موضوع به زودی اعلام خواهد شد، اما خواستم از این فرصت استفاده کنم و این رو به آگاهی شما برسانم که ما نام حسین مهری رو از این راه و از راه های دیگر همچنان زنده نگه خواهیم داشت، اگرچه نیشان نامی که از ایشان به جای مانده نیازی به کار ما نداره. این رو هم از پیش بگویم که من در این شهری که هستم درجه هوا بسیار بسیار گرم و مرطوب هست، در این منزلی هم که هستم متاسفانه تهویه کار نمی کنه. این است که پنجره باز هست، سر و صدای بیرون هم زیاد و بنده هم از گرما کلافه و این است که اگر در جایی سخنم گسستی پیدا کرد این رو بر بنده از پیش ببخشایید و بدانید که به دلیل گرماست و چیز دیگری در اون نیست. دو موضوع رو امروز میخواهم با شما در این برنامه یک کلمه در میان بگذارم. در بخش دوم برنامه به این فاجعه نشستی که در پاریس برگزار شد، در اروپا برگزار شد در که سازمان مجاهدین خلق برگزار کرده بودند و بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده آمریکا هم در اونجا شرکت کردند، به اون خواهم پرداخت. اما در آغاز برنامه پاسخ میدهم به پرسش یکی از هممیهنان که از سوی دیگران هم بارها پیش کشیده شده و باز این رو هم به یاد حسین مهری انجام میدهم، چون ما دو برنامه با هم در یکی در رادیو و دیگری در تلویزیون در همین باره داشتیم، ولی این بار کوشش میکنم از زاویه دیگری به این موضوع بپردازم و پاسخ بدم. پرسش بسیاری از هممیهنان در این نامه هایی که برای من می‌نویسند یا این کامی که با اونها دیدار میکنم در این است که چرا نیاییم و برای کاهش تشنج قومی در ایران اصلا کم پاسخی داده باشیم به این درخواست های مردمی که از راه زبان و شاید فرهنگ به اونها ستم هایی رفته، اینها رو اونها میگویند، چرا نیاییم و این پروژه فدرالیسم رو در ایران بپذیریم و چرا فدرالیسم تا این اندازه مورد مخالفت شماست، یعنی مخالفت من؟ این است که در بخش نخست برنامه به این میپردازم. فدرالیسم یک مفهوم روشن تاریخی است و با این مفاهیم ویژه تاریخی نمیتوان بازی کرد، یعنی دموکراسی، فدرالیسم، سکولاریسم، اینها واژه‌های بدون محتوا نیستند. اگر هم در آغاز به عنوان یک عبارت واژه سیاسی عنوان شدند، رفته رفته بار تاریخی برای خودشون پیدا کردند، یعنی در مثلا واژه دموکراسی شاید در 2000 حدودی پیش از خیلی 2000 سال پیش نخستین بار بیش از 2000 سال پیش
عنوان شده، ولی در دوران مدرن است که این واژه دموکراسی مفهوم مدرن پیدا کرده و ما امروز هنگامی که از دموکراسی سخن میگوییم یک چشمانداز روشن سیاسی، اداری و اجتماعی رو در مقابل خودمان داریم که این چشمانداز روشن با آنچه که در آغاز به نام واژه دموکراسی عنوان شده یکی نیست و این رو نمیتوان دگرگون کرد. همان گونه که سکولاریسم در آغاز کار از دل کلیسا بیرون آمد، واژه سکولاریسم رو یک کشیش ساخت، ولی امروز واژه سکولاریسم یک بار تاریخی روشنی پیدا کرده و همچنین واژه فدرالیسم. واژه فدرالیسم در واقع همان هم نیست که این فدرالیست های ایران میگویند. اینها بیشتر از کنفدراسیون به کنفدرالیسم صحبت میکنند و اشاره خواهم کرد چرا، ولی این رو زیر واژه فدرالیسم پنهان میکنند. فدرالیسم بیان این است که در درون یک دولت واحد میتوان واحدهای سیاسی نیمه مستقل داشت، نه مستقل، نیمه مستقل داشت. مثلا در آلمان فدرال دولت مرکزی آلمان که سیاست خارجی، سیاست‌های مالی و وزارت دفاع و بسیاری از حوزه‌های بنیادی کشور رو اداره می‌کند و قانون سرتاسری کشور رو در این ساختار مرکزی تصویب و اجرا می‌کنند، در واحدهای فدرال استقلال معینی برای دولت‌های فدرال وجود دارد. در پاره از زمینه‌های مالیاتی، در پاره از زمینه‌های قوانین محلی و همچنین بهره‌گیری از منابع زیرزمینی که در این سرزمین‌های فدرال قرار گرفتند، یعنی دادن امتیاز برای مثلا استخراج مواد معدنی در یک واحد فدرال در بسیاری از کشورهای فدرال جهان مانند کانادا، برزیل، هندوستان، ایالات متحده آمریکا که آغازگر واژه، یعنی این پروژه فدرالیسم در دنیا بوده، دولت‌های محلی دارای حقوقی هستند. در این ایالات متحده آمریکا که من زندگی می‌کنم، نه در پاره‌ای از کشورهای اروپایی مانند فرانسه که فدرال نیست، بلکه در ایالات متحده آمریکا دولت مرکزی که دولت فدرال خوانده می‌شود، این دولت مرکزی قوانینی که وضع می‌کند بر قوانین ایالتی برتری دارند، یعنی قوانین ایالتی نمیتواند قوانین دولت مرکزی رو نقض کنه، بلکه میتواند تفسیری از این قوانین باشه. ازدواج در ایالات متحده آمریکا در واحدهای فدرال بر پایه قوانین فدرال صورت میگیرد، قوانین اون واحد فدرال، ولی به گونه ای که قوانین ایالات متحده آمریکا نوشته شده ازدواج در یک ایالت از سوی ایالات دیگر به رسمیت شناخته می شود. تصدیق رانندگی رو ایالت ها صادر می کنند، ولی دیگر ایالت ها تصدیق رانندگی، گواهی رانندگی مثلا فلوریدا رو می پذیرند برای دورانی که شما در اونجا در اون ایالت دیگر زندگی نمی کنید. هر ایالتی برای خودش قوانین مالیاتی ویژه شهروندان اون ایالت رو داره. مهمترین ویژگی این نظام فدرال در این است که منابع زیرزمینی قرار گرفته در سرزمین فدرال، اونهایی که در زمینهای دولت مرکزی نیست ولی در واحد فدرال هست، در واحد ایالتی هست، زمینهای نه دولت فدرال، زمینهای این واحد ایالتی، واحد فدرال، مثلا دولت فدرال کالیفرنیا، زمین هایی که در اونجا قرار دارد و بخشی از زمین های دولت مرکزی نیست، چون بسیاری از این زمین ها همچنان به دولت مرکزی وابستگی دارد، تعلق دارد، منابعی که در این زمین ها وجود داره اینها رو دولت ایالتی امتیاز استخراج اونها رو میدهد، یعنی اجازه میدهد که کمپانی نفتی در زمین های ایالت کالیفرنیا بهره برداری بکنه و نفت استخراج بکنه و مالیات اون رو هم به دولت کالیفرنیا پرداخت بکنه، نه دولت مرکزی. و همین دلیل هم دولت تگزاس به جهت همین که شرکت‌های نفتی زیادی در این ایالت فعالیت دارن و نفت در اونجا وجود داره، از راه مالیات این نفت
دولت بسیار، دولت ایالتی بسیار توانایی هست، دولت بسیار ثروتمندی هست. پیشینه این پروژه فدرال هم باز می‌گردد به اینکه در هنگام شکل گرفتن دولت ایالات متحده آمریکا 13 مستعمره، 13 واحد مستعمراتی در این سرزمینی که امروز ایالات متحده آمریکا خوانده می شود، در منطقه به ویژه شمال شرقی این کشور وجود می داشت که این 13 ایالت سر طغیان برداشتند، یعنی در برابر دولت بریتانیای اون زمان که مستعمره کرده بود اینها رو، از اونها مالیات می گرفت، شورش کردند و با هم یکی شدند برای استقلال. و پس از پیروزی بر سپاهیان بریتانیا، هنگامی که گرد هم آمدند، پذیرفتند برای اینکه با هم بمانند یک درجه از استقلال به واحدهای ایالتی داده بشود، یعنی ایالات دارای استقلال ویژه‌ای باشند. اما سرانجام گفتگوهایی به وجود آمد و قوانینی نوشته شد که روشن کرد که دولت مرکزی به ویژه با تأسیس بانک مرکزی و با یکسان نمودن، یکسان ساختن پول، یعنی یک واحد ساختن پول ایالات متحده آمریکا و زمینه‌های دیگر، روشن شد که اختیار دولت‌های ایالتی اختیار محدودی است و به این ترتیب پروژه فدرال زاده شد و در کشورهای دیگر هم این به آزمون نهاده شد، که یکی از نمونه‌های اون کاناداست که در اون ایالات مختلف، نه به صورت گذشته‌ای که در ایالات متحده آمریکا 13 مستعمره وجود داشت، ولی ایالات مختلف دارای استقلال ویژه‌ای هستند، استقلال در زمینه‌های، نه استقلال از دولت مرکزی. سیاست خارجی و پول و ارز و روابط خارجی و نیروی نظامی و خیلی چیزها رو دولت مرکزی کانادا تعیین می‌کنه. در کشورهای اروپایی فدرال هم همین گونه است. دولت آلمان، در برزیل هم همچنین است. البته اینها با یکدیگر زوایایی دارند، تفاوت‌هایی دارند، ولی روی هم رفته دولت فدرال به این گونه اداره می‌شود. این دار و دسته‌هایی که آمدند و گرد آمدند، و می‌گویم دار و دسته برای اینکه بسیاری از اونها از دار و دسته بیشتر نیستند. گروه‌هایی هستند که شمارشون از شاید 20 نفر بیشتر نیست، جز حزب دموکرات کردستان و شاید کومله. دیگر گروه‌ها گروه‌هایی هستند انگشت شمار، در درونشون هم گاه و بیگاه انشعاب می‌شود و اینها به نام، به قول خودشون، خلق‌های ستم دیده ایران، ملت بلوچ و ملت بختیاری و ملت گیلان و ملت ترکمن و از این سخن‌های درشت و قلمبه و دهان پرکن جمع شدند و کنگره‌ای درست کردند به نام کنگره ملل فدرال. حرفی که اینها میزنن هیچ تناسبی با فدرالیسم ندارد. اگر کسی امروز میآمد و میگفت، که گفتن کسانی و این رو من میپذیرم، که در آینده ایران این واحدهای ایالتی در ایران باید دارای درجه از استقلال باشند، باید فرماندار و استاندار خودشون رو خودشون تعیین بکنن، باید مالیات استانی داشته باشند، باید بر سرنوشت استان خودشون در واقع چیره باشد. حتی از این هم فراتر برویم، در زمینه استخراج منابع زیرزمینی در استانها بتوانند نقش ویژه‌ای داشته باشند، نه اینکه بیایند و حالا مانند کاری که در ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود این رو یک بار به ایران بخوایم ببریم، ولی به روی هم رفته اینکه بیاییم و در ایران واحدهای استانی رو از این حالتی که وجود دارد که تنها جنبه اداری داره خارج کنیم و به مردم در استانهای گوناگون کشور درجه ای از آزادی های ویژه حتی اقتصادی بدهیم، کار نادرستی نیست، میتوانیم رو پذیرفت. به این معنا شاید اگر مراد از فدرالیسم این می بود که ما در ایران یک نوع خودگردانی ایالتی رو بپذیریم، من هیچ گرفتاری با این تفسیر و با این ارزیابی نمی داشتم و هر نامی هم که شما می خواستید بر اون بگذارید می پذیرفتم. اما این فدرالیسمی که در ایران به دنیا آمده از یک جنس دیگری است، ناجنس است در واقع. اگر از این جنسی بود که اشاره می کنم، اگر شبیه فدرالیسم ایالات متحده آمریکا یا هندوستان یا کشورهای دیگه به معنای اختیارهای استانی بود،
این رو خیلی ها بهش پرداختند. ناتوان کردن دولت مرکزی در زمینه‌هایی شاید به سود دموکراسی در ایران باشد. دادن اختیار به استان‌ها در زمینه‌های غیر از زمینه‌های قانونگذاری قضایی، چون استان‌هایی داریم که می‌تواند این قانونگذاری‌های حقوقی قضایی در اونها گرفتاری ایجاد بکند به دلیل ناهمگونی سطح فرهنگی و اقتصادی و روی هم رفت پیشرفت استان‌های گوناگون کشور. ولی دادن اختیارات سیاسی به استان‌ها در ایران رو من هیچ ایرادی در اون نمی‌بینم. مردم هر استانی باید استاندار خودشون رو انتخاب بکنند، باید شوراهایی به وجود بیاید، حالا نام اون رو مجلس محلی بگذارید، مجلس ایالتی بگذارید. من در اون هم گرفتاری نمی‌بینم که مثلا مردم آذربایجان در یک شبه مجلسی نمایندگان شهرستان‌ها جمع بشود و درباره اداره امور آذربایجان با هم گفتگو کنند. اما مجلس‌های ایالتی معمولاً برای قانونگذاری است. در اون هم شاید گرفتاری نباشد که اگر قوانین دولت مرکزی پایمال نشود، دولت‌های ایالتی بتوانند قوانین محلی وضع کنند. این هم ایرادی درش نیست. و اگر مراد از فدرالیسم کسانی که می‌خواهند در ایران عدم تمرکزی وجود داشته باشد در این خلاصه بشود، در این برداشت‌هایی که از فدرالیسم در جهان مطرح شده در این خلاصه بشود، شاید بتوان با آن کنار آمد که مردم استان کردستان، استان کرمانشاهان، استان‌های دیگر، اینها بتوانند استانداران خودشون رو انتخاب کنند. من از این هم فراتر می‌روم، فکر می‌کنم شهرها در ایران باید دارای این اختیار باشند، مردم شهرها دارای اختیار و خودمختاری باشند که شهردار رو برگزینند، باید انتخابی باشد نه انتصابی. حتی استاندار نباید شهردار انتخاب بکند، استاندار رو نباید وزارت کشور تعیین بکند، مردم استان باید تعیین کنند. شهردار رو باید یا به طور مستقیم مردم بر اساس قوانین هر استانی مردم انتخاب کنند، یا در برخی از جاهای جهان این گونه است که انجمن شهر شهردار تعیین میکنه. همه اینها مورد پذیرش است، چیزهایی است که از حوزه تخصصی من خارجه و میتوان اون رو پذیرفت. و هر کاری که به ژرف شدن دموکراسی آینده در ایران یاری برساند، من از اون پشتیبانی میکنم از پیش. اینکه آیا این کار میتواند در ایران انجام بشود یا نه، اینها رو باید به گفتگو نهاد و به گفتگو نشست و بررسی کرد و چون و چند اون رو بازبینی کرد و سرانجام هم انجام داد. اما جنس این فدرالیزمی که این گروه ها پیشنهاد می کنند و به زبان افتاده و به ویژه از سال 2002 و سپس 2004 پس از پیدایش این کنگره ملل فدرال مانند گز اصفهان خرید و فروش می شود، این فدرالیزم پدیده بسیار بسیار بدجنسی است، خطرناک است. در این پروژه فدرالیزمی این گروه ها پیشنهاد می کنند که ایران از این صورت استانی کنونی که پیامد انقلاب مشروطه و مدرنیته ایران است خارج بشود، دستاورد بزرگ مدرنیته ایران است، خارج بشود و 6 یا مثلا 8 ایالت‌های قومی در ایران به وجود بیاید و این ایالت‌های قومی اداره کننده دولت مرکزی باشند. یعنی اصلا دولت مرکزی ما نیاز نداریم، بلکه نمایندگان این ایالت‌های فدرال جمع می‌شوند و در مرکز دولت فدرال می‌سازند و اونها تصمیم می‌گیرند دولت فدرال چگونه رفتار بکنند. اسم این فدرالیسم نیست، اگرچه با نام پرتمطراق فدرالیسم عنوان شده، این یک نوع کنفدرالیسم، یعنی در واقع کنار آمدن چند واحد سیاسی اقتصادی مستقل حتی دارای نیروی نظامی مستقل که اینها با هم جمع می‌شوند در یک کشور بسیار بسیار از هم دریده‌ای به نام ایران که تنها یک عنوان است در اون زمان، اینها جمع می‌شوند و در مورد اینکه چگونه این کشورکی ایرانی که اینها درست کردند و در مرکز کنار هم می‌آیند و نمایندگان اونها در واقع مجلس مرکزی رو تشکیل می‌دهند،
چگونه در واقع این کشور رفتار خواهد کرد در سیاست خارجی. در برنامه ریزی های اونها هر کدوم از این واحدها پرچم دارند، پرچم رسمی واحد سیاسی خودشون رو دارند. از حالا هم درست کردن این پرچم ها رو. حالا جالب اینجاست که از اونجایی که در حد یک از این واحدهای قومی یک دو جین گروه نماینده اقوامند، یعنی چندین گروه ملت آذربایجان رو به قول خودشون نمایندگی میکنند، برخی از اونها به تنهایی، یک نفر به تنهایی خودش رو نماینده دیپلماتیک آذربایجان جنوبی اعلام کرده، دیگری به تنهایی خودش رو نماینده ملت آذربایجان اعلام میکنه، نماینده واحد فدرال آذربایجان، و ده ها گروه دیگر خودشون رو نمایندگان آذربایجان میدانند. کردستان که 16 گروه در اونجا هر یکی از دیگری پیشی بگیرد که کی نماینده ملت کردستان است. بلوچستان هم همینطور و در دیگر بخش های ایران هم هر کسی برای این از این نمد برای خودش رختی میخواهد درست بکند، از این نمد پاره شده کشور ایران، نمدی که هنوز پاره نشده ولی امیدوار هستند که پاره بشه، این پود در واقع واحد کشور ایران رو از هم بدرن و برای خودشون از این رختی برتن کنند و لباسی بدوزند. و از این ده ها گروه که ادعا می کنند، هر کدوم هم پرچم و نقشه دارند، هر کدوم هم حوزه جغرافیایی منطقه قومی خودشون رو با دیگری متفاوت می بینند، با دیگری هم سر ستیز دارند. این فدرالیزم نیست. بگذاریم که من با همین فدرالیزم هم زیاد سر سازگاری ندارم، این در واقع ویران کردن کشور ایران است. این تجزیه کشور ایران به واحدهای قومی، نژادی، به اصطلاح ملیتی است به اعتبار اونها. یعنی ما اصلا کشور نبودیم در درازای تاریخ. این ساختگی است. یا به گفته یکی از کسانی که از در برنامه از بی بی سی با من به گفتگو نشسته بود، از سال 1305 ما به زور کشور شدیم. ما رو تحمیل کردن. حالا خود ایشان کمتر میگن ولی دوستانشون میگن که در واقع ما از 1305 بود که به زور فارسا بر ما چیره شدن. تا اون موقع استقلالکی داشتیم هر کدوم از این واحدهای محلی. از اون سخنهای بیپایه تاریخی. چنین پروژه‌ای دوستان گرامی، هم میهنان گرامی، نه فدرالیسم است و نه اگر هم فدرالیسم رو بخوانیم پیامد نیکی برای ایران خواهد داشت. از این بگذریم که در درون هر یک از این واحدهای قومی فدرال گروه‌های مختلف به جان هم خواهند افتاد. از این هم بگذریم که بیشتر این گروه‌ها در رفتار تاریخی خودشان نشان دادن که از هیچ سنت دموکراتیکی برخوردار نیستند. حالا میخوان برای مردم این مناطق دموکراسی بسازند. حزب دموکرات کردستان ایران که میخواهد به اصطلاح دموکراسی برای کردستان ایران ارمغان بیاورد، در درون گروه خود دارای رفتار دموکراتیک نیست. یعنی شما نام کامل رهبری حزب دموکرات کردستان رو دقیقاً نمیدانید. بهانه شون این هست که گروهی از اونها در درون کشورند. نه، دلایل دیگری دارد که من در اینجا نمیخواهم به میان بیاورم، ولی یکی دو بار با تری چند از نمایندگانشون رو در میان نهادم. در درون ساختار خودشون یک رفتار دموکراتیک رو دنبال نمی کنند. اونهایی که از اینها جدا می شوند، مانند درگیری شدیدی که میان دو جناح به وجود آمده که به نام حزب دموکرات کردستان ایران و دیگری حزب دموکرات کردستان خودشون رو اعلام کردند، افشاگری هایی که از یکدیگر کردند، یا هنگامی که تقیه نقیه بروریان از این حزب جدا شد و کتاب معروفی رو در هنگامی که در سوئد میزیست بیرون داد در مورد یادمانده های خودش هنگامی که در کادر رهبری این حزب بوده، نشان داد که همه اینها اسناد نشان میدهند که اینها در درون خودشون هم رفتار دموکراتیکی ندارند و چگونه میخواهند دموکراسی رو برای مردمی که اینها مدعی نمایندگی اون هستند ارمغان بیاورند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. و این رو در
رفتار گروه های دیگر هم نگاه کنید. گروه هایی که ادعای نمایندگی مردم بلوچ رو می کنند بیشتر خانزاده یا رهبرانشون بیشتر کسانی هستند که از میان رهبران ایلی بلوچ برخواستن و یک ایلی رو نمایندگی می کنند و به همین دلیل هم گروه دیگری ایلی با اونها سر ستیز داره. انگوش شمار کسانی هستند از روشنفکران بلوچ که درباره حقوق مردم بلوچستان سخن میگن. دیگر گروه ها اینها گروه های قومی و ایلی هستند، قومی هم ایلی هستند در واقع و با ایدگر سر ستیز دارند. حالا قرار هست که اینها جدا از این که به جان مردم اون سرزمین و بومی که میخواهند به اون یک استقلالتی استقلال قومی بدهند خواهند افتاد، مانند اقلیم کردستان که آقای بارزانی و گروهش به راستی تباه کرده زندگی مردم اون منطقه رو و پولهای کلانی رو بالا کشیدند از دارایی مردم کردستان و خودکامگی رو به اوج رساندند در همان اقلیم کردستان، جدا از اون در برابر یک دیگر هم قرار خواهند گرفت. یعنی اگر ما وارد گفتگو بر سر تقسیم ایران به واحدهای فدرال و واحدهای قومی بشویم، ما در ایران جنگ داخلی به پا خواهیم کرد بر سر تقسیم شهرها، بر سر تقسیم روستاها، بر سر تقسیم آب در کشوری که امروز با گرفتاری بزرگ آب روبروست، بر سر اینکه آیا این آبی که از یکی از این ایالتهای ولایتهای قومی سرازیر می شود می تواند به ولایت قومی دیگر برسد یا باید جلو رو گرفت. خب اینا همه مسائلی است که شما اگر به اونها بپردازید می بینید که پروژه ویرانسازی ایران است. هم از این روز که انگامی که در چند هفته پیش گروهی از هواداران پادشاهی و گروهی از کسانی که بر روی شاید هواداران پادشاهی نباشند ولی مخالفان جمهوری اسلامی هستند در واشنگتن گرد هم آمدند با پیشگامی یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس ایرانی، از شخصیت‌های تلویزیونی سرشناس ایرانی و گروه‌های قومی هم، یعنی گروه‌های فدرال هم در اونجا شرکت کردند، من بانگ اعتراض بلند کردم که شما با این رفتار در واقع، البته این پیکره که ایشان نشان میدن هنوز به مجاهدین نرسیدیم، این مربوط به این بخش نیست جناب امیر، در بخش دوم من به اون خواهم پرداختیم. در مورد برنامه واشنگتن دارم صحبت میکنم، مال حدود 3 هفته یا 4 هفته پیش است. در اونجا من پرخاش کردم به این رفتار، به ویژه خورده گرفتم از این دوست گرامی که در برنامه رو هم اجرا میکرد که ایشان چرا وارد چنین کاری شدند. خب میدانیم در پشت اون پروژه چند دولت خارجی و از جمله سیاستمداران ایالات متحده آمریکا نشسته بودند و بنا بود که آقای بولتون هم در اون نشست شرکت بکند که به جای آقای بولتون که در کره همراه آقای ترامپ بود، یکی دو تا ژنرال بازنشسته دیگر شرکت کردند. این پروژه بسیار تباهی برای آینده ایران است. یعنی هر گونه پشتیبانی از حقوق مردمی که به زبانی غیر از زبان مادری سخن میگویند مورد نه تنها پذیرش من است، بلکه باید پافشاری کرد که مردم باید زبان مادری خودشون رو یاد بگیرند، افراد با زبانها و فرهنگهای گوناگون آزاد باشند، روزنامه به زبان خودشون، کتاب به زبان خودشون منتشر کنند، رادیو تلویزیون داشته باشن، همه اینها رو من میپذیرم. خودگردانی استانی رو میپذیرم. آزادی های سیاسی کلان رو در استان های کشور میپذیرم. اما تقسیم ایران به واحدهای فدرال قومی رو نه تنها نمیپذیرم، بلکه آغاز ویرانی ایران میدانم و معتقد و باورمند به این هستم که پشت چنین پروژه‌ای پول های کلان دولت های خارجی از جمله دولت عربستان و دولت اسرائیل و بخشی از دولت ایالات متحده آمریکا نشسته است. به ترانه نگاه کنیم و بخش دوم سخن را این بار درباره نشست مجاهدین با شما پی بگیریم. خب همیهنان گرامی، با سپاس فراوان از جناب امیر و این گزینش بسیار بسیار ارزنده ایشون مانند همیشه، خب رشته سخن رو دنبال میکنم. پس از اون نشست به راستی بسیار بسیار
پر از شرمی که در واشنگتن برگزار شد و حتی برخی از شرکت کنندگان هم شرمگین شدن از آنچه در این نشست گذشت و از این کسانی بلند شدن و از این سخن گفتن که ما اگر لازم باشد از ایران هم جدا خواهیم شد. پس از اون برنامه نشست فاجعه آمیز دیگری در پاریس برگزار شد. اینها همه اینها در واقع برنامه هایی است که برای آینده ایران دارند میریزند. پایه اینها در واقع کارهایی است که خود حکومت ایران انجام داده. ولی اگر به یاد داشته باشید این کار و کوشش از زمانی آغاز شد که آقای بوش لشکرکشی به عراق رو آغاز کرد. پس از حمله نظامی ایالات متحده آمریکا در سال 2002 به عراق، گروه های ایرانی به فکر قومسازی و برنامه سازی و چلبی سازی یا به قولی یکی از دوستان حلبی سازی افتادن یا حلبی فروشی افتادن و گروهک سازی در ایران بالا گرفت. نشست های زیادی برگزار شد و این پروژه ها شکست خورد و به ویژه پس از ناکامی های دولت ایالات متحده آمریکا در عراق روشن شد که از راه نظامی نمیتوان دولت جمهوری اسلامی رو برانداخت. و حتی باید گفت که خیلی ها به این نتیجه رسیدن که این ماجراجویی دولت ایالات متحده آمریکا در عراق دولت ایران رو در منطقه تقویت کرد، تواناتر کرد. عراق رو در واقع یک موازنه مقابل ایران به دست ایران انداخت، یعنی عراق رو واقعا سپرد به دست ایران عملا و ناتوان از اداره اون بیرون آمد ایالات متحده آمریکا. هنوز اونجا هستند ولی واقعیت این است که نفوذ ایران در منطقه افزایش پیدا کرد پس از لشکرکشی ایالات متحده آمریکا. این بار پس از انتخاب آقای ترامپ دوباره همان گروهک هایی که در دوران رفتن ارتش ایالات متحده آمریکا به عراق شادی و پایکوبی کرده بودند و در راهروهای وزارت امور خارجه ایالات متحده رفت آمد داشتند و پول می‌گرفتند و برنامه ریزی می‌کردند، این بار هم به وجد آمدند و آدم‌هایی پیدا شدند که معلوم است اینها کی در ایران کاری بودند، نقشی داشتند، نفوذی در میان مردم داشتند. می‌روند در سنای آمریکا با نمایندگان سنا یا کنگره آمریکا دیدار می‌کنند و یا همان نمونه‌ای که اشاره کردم در نشست واشنگتن. اما سازمان مجاهدین خلق که باید گفت یکی از پولدارترین، شاید پولدارترین گروه اپوزیسیون در دنیا باشد، پولهای کلانی که از گذشته فراهم کردن افزون و پول کلانی که در دوران اشغال عراق از دولت امریکا گرفتند، امروز دولتک برای ما ساختند. خانم مریم رجبی مدعیان مخالفت با حکومت غیر دموکراتیک ایران به طور به اصطلاح دموکراتیک خودشون رو از پیش رئیس جمهور ایران اعلام کردند و عده‌ای به راستی باید گفت مزدبگیر آمریکایی و اروپایی، سیاستمداران فاسدی که کارشون تنها گرفتن پول هست، از ریپاب از جمهوری خواه تا دموکرات فرق نمی‌کنه. اینها با گرفتن پولی میروند در برنامه‌های اینها سخنرانی می‌کنن. از همه اینها پلیدتر به نظر من کاری است که آقای جولیانی انجام داده. آقای جولیانی شهردار پیشین نیویورک، کاندیدای ریاست جمهوری و امروز وکیل خصوصی آقای ترامپ، از نظر حقوقی کار بسیار ناشایست و نادرستی این مرد انجام داده. رفته و در نشست سازمان مجاهدین یک گروه سیاسی که پیشتر به نام گروه تروریست از سوی امریکا یا خوانده می شد رفته و شرکت کرده و برای اونها به اونها پیغام داده که بله سال دیگر در تهران خانم مریم خانوم میزبان ما خواهم بود و خانم رجبی هم از سخنان بسیار بسیار پر از شادی ایشان بیشرف آمدند که بله به زودی ایشان بر آن کرسی خواهند نشست که آقای خامنه ای امروز نشستند. وای بر ملتی که بر جای آقای خامنه ای خانم مریم رجبی بنشینند. وای بر بدبخت مردمی که گزینش اونها باید میان آقای خامنه ای و خانم مریم رجبی و گروهک های قومی باشه. یعنی ما مردم ایران این چنین ناتوانیم، این چنین بدبخت و بیچاره هستیم که باید گروهی مزدبگیر خارجی، مزدبگیر که میگویم چون اینها با پول میروند سخنرانی میکنند. فکر نکنید که اینها بلند شدن و به راستی سینه چاک برای دموکراسی در ایران رفتند و در این برنامه ها شرکت میکنند. نه،
اینها رو پول میدن، در بهترین هتل مینشانند، غذا میدن، خدا میداند که چه چیزهای دیگر میدن به اونها که بروند در برنامه سازمان مجاهدین شرکت کنند. و خانم رجوی و سازمان مجاهدین رو به عنوان جانشینان دولت کنونی ایران معرفی کنند. رقابتی به وجود آمده میان کسانی که میکوشند بازماندگان گذشته، رژیم گذشته ایران رو، اون رو مطرح کنند، که گروهی از اونها به این دام متاسفانه خوشبختانه نیفتادن، به این دام رفتن در واقع بیشتر هوا کردن فیلی برای جذب پشتیبانی آقای ترامپ، برخی از اونها افتادند. گروه دیگر قومی ها رو علم می کنند که برای اینها نماینده ملت های ایران هستند، و اینک هم گروهی از همان جنس، از همان گروهی که آقای ترامپ، از همان هواداران آقای ترامپ که میروند، نمایندگان آقای ترامپ که میروند در نشست واشنگتن شرکت میکنند، میروند در نشست مجاهدین و در کنار خانم مریم رجوی و سران کشورهای مختلف، ببخشید نه سران، سیاستمداران کشورهای مختلف، آدمهای سوخته در سیاست کشورهای مختلف، به ویژه آدمهایی که به جایی هم نرسیدند و یا اگر هم رسیدند جایی بسیار مناسبی نیست، رفتن و از اینها پشتیبانی میکنند با گرفتن پولی، و دارند برای ما مردم بخت برگشته ایران که 40 سال گرفتار جمهوری اسلامی و آدمهای مانند خامنه‌ای بودیم، سالهای درازی آزادی ندیدیم، دموکراسی نداشتیم، امروز دارن وعده میدهند که به هوش باشید، ما برای آینده شما هم نقشه کشیده ایم، ما چنان آینده ای رو برای شما رقم خواهیم زد که اگر به یاد دوران فروپاشی دولت مصدق بیفتید، خواهید گفت اون زمان کار شما بسیار آرام و متین بود. این بار ببینید چه نقشه‌ای برای ما ریختند. از یک سو گروه های قومی رو هوا می کنند، گروه های هوادار عربستان رو برای ما برجسته می کنند، از سوی دیگر سازمان مجاهدین و خانم مریم رجوی رو به رخ می کشند که ما پشتیبانی می کنیم و برای شما رئیس جمهور هم داریم، خانم مریم رجوی که جز ازدواج با آقای مسعود رجوی به نظرم نمی آید که کارنامه سیاسی برجسته دیگری در تاریخ ایران داشته باشد. همسر یکی از رهبران سازمان مجاهدین بوده، آقای مریم رجوی، ببخشید آقای مسعود رجوی تصمیم گرفته که ایشان رو باش ازدواج کنه و اون انقلاب ایدئولوژیک به دنبالش در اون سازمان به وجود آمده، سازمانی که هزاران جوان بخت برگشته هوادار خود رو به کشتن داد، به کشتن داد در اون فروغ جاویدان و حمله های پس از اون. بسیار از مخالفان رو به جبهه جنگ فرستاد آقای مسعود رجوی، همسر و رهبر همین خانم مریم رجوی. اینها بناست برای ما دموکراسی در ایران بسازن. وای به حال ما مردم ایران که گزینشمان باید میان آقای خامنه‌ای و خانم مریم رجوی باشه، و آدم هایی مانند آقای جولیانی و برخی از جنرال های آمریکایی با پشتیبانی آقای ترامپ بناست که برای ما چنین حکومتی رو ارمغان بیاورند. اسم این رو هم میگذارند تمرین دموکراسی برای ایران، پشتیبانی از دموکراسی برای ایران. دغدغه من در این تنها نیست که چه نقشه‌ای برای ایران کشیدند، در این است که چرا دیگران، چرا هزاران هزار روشنفکران مستقل ایرانی که زیر بار قومگرایی نمی روند، دیناری حاضر نیستند از کشورهای بیگانه پولی بگیرند، زیر بار سازمانی مانند مجاهدین نمی روند، حاضر نیستند با سیاستمداران در قدرت کشورهای مختلف برای رسیدن به جایگاهی نرد عشق بازند؟ چرا این همه هزاران روشن فکر ایرانی که از تیر و تبارهای گوناگون هستند، از پیشینه های گوناگون هستند، از هوادار رژیم گذشته ایران تا هواداران جمهوری تا کسانی که از جمهوری اسلامی بریدند، چرا اینها بانگ اعتراض خودشون رو به آسمان نمی رسانند و به جای چنین کوشش های مستقلی رو به راه نمی اندازند تا به دولت‌های خارجی نشان بدهند که نه، مردم ایران قیم‌های برگزیده از سوی شما نیاز ندارند، مردم ایران خودشان آینده خودشان را رقم خواهند زد. 40 سال حکومت دینی، سال‌های دراز خودکامگی و برای ما تعیین سرنوشت کردن بس است. مردم ایران خود باید برای آینده خیش تصمیم بگیرند
خانم مریم رجبی و گروه های قومی باید نتیجه خون ریختن جوان ایرانی در خیابان های تهران و شهرهای دیگر بدهند، اون درایت و شهامت یک زن ایرانی که حجاب از سر بر می دارد و به زندان می افتد، این باید نتیجه بشود که خانم مریم رجبی به رهبری دولت آینده ایران برسد یا آقای هجری رئیس جمهور کردستان بشوند. وای به کشوری که آینده اون رو این چنین رقم بزند. 3000 سال تاریخ، دراز پاترین دولت ماندگار یا ساختار ماندگار دیوان سالاری در تاریخ، کشوری که شیراز اون هرگز از هم نپاچیده، اینک باید شاهد باشد که بر گور یک حکومت تبهکار دینی، ما باید یک حکومت تبهکار قومی یا یک حکومت خونریز از تیپ مجاهدین رو داشته باشیم. این از تنها شانس مردم ایران؟ نه، من به چنین چیزی باور ندارم. من فکر میکنم مردم ایران شایستگی خیلی بیشتری از این دارند، ولی مخالفان راستین حکومت کنون ایران باید به خود بیایند و دست از سر پاره ای از این درگیری های میان خود بردارند و به راستی یک جریان مستقلی رو برای مردم ایران در خارج و داخل از کشور به وجود بیاورند، یا جریان های مستقلی رو که بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. صدای مردم ایران رو باید به جهانیان رسان، نه صدای آقای شهردار سابق نیویورک آقای جولیانی رو، سیاستمدار سوخته، حقوقدان سوخته، آدمی که در راستای حقوقی هم کسی برای او ارزش قائل نیست. اینها بناست به جای این خشم و خروش راستین مردم در کوچه و خیابان، این جانبازی هایی که امروز ما شاهدش هستیم، این خیزش هایی که امروز شاهدش هستیم، اینها باید زمینه ای بشود که همان گونه که جنبش و شورش مردم ایران در اون 42 سال پیش باعث شد که خمینی به سر کار بیاید، امروز خانم رجبی یا گروه های قومی به سر کار بیاید. نه، ما دیگر چنین چیزی رو نباید اجازه بدهیم. ما نباید اجازه بدهیم که به جای یک حکومت پر از گرفتاری و تباهی که امروز بر کشور ما چیرگی دارد، خانم مریم رجبی و آقای جولیانی و استاندار سوخته پیشین یکی از ایالت‌های غربی آمریکا که دموکرات هم هست و فلان سیاستمدار آلمانی و فرانسوی که دیگر در میدان سیاست هم نیستند، اینها با گرفتن پولی برای سخنرانی برای آینده ما کاری انجام بدهند. یک لحظه تصور کنید، یک لحظه تصور کنید که در کشور فرانسه دولت ایران پول پخش کند و آدم‌هایی رو در مقابل رئیس جمهور این کشور قرار بدهد. ببینید در فرانسه چه بلوایی به پا خواهد شد که این آدم نوکر جمهوری اسلامی است. ولی در کشور فرانسه مهرهای سوخته سیاست فرانسه و ایالات متحده آمریکا و آدم‌های آقای ترامپ می‌آیند و خانم رجبی رو هوا می‌کنند، فیل خانم رجبی، و در واشنگتن گروه‌های قومی. ما شایسته آینده بهتری از این هستیم. آینده ما باید در ایران از سوی مردم ایران رقم زده شود و در این راستا آن گروه ها و روشنفکرانی که به راستی دلسوخته آینده ایران هستند باید به خود بیایند و کارزار مستقلی رو برپا کنند. به پایان برنامه امروز رسیدیم. گرما هم مجال نمی دهد و اجازه بدهید که من در اینجا، اگرچه هنوز یکی دو دقیقه به برنامه باقی مانده، هم به دلیل گرما و هم به دلیل اینکه خود این موضوع من رو به سختی تحت تاثیر قرار داده، در اینجا با شما بدرود بگویم و تا هفته آینده روز روزگار بر شما خوش باد.